رادیو گیک شماره 165 اوتوکورکت روی مواد در واقع رو استروید ولی چون استروید ها همه بلد نیستن گفتیم مواد عواست اردی بهشت سف سه شوید هم اوائلش میشه اولش میشه یکم و میشه پونزده هم هشتم میشه عواست, عواست عواست اردی بهشت سه جادی هستن با من باشه خوش اومدین به یک رادیو جادی دیگه توی سال سف سه که سال عجیبیه سال سف دو هم عجیب بود سف یک سف سف نوود هشت همه ی سالهای ما عجیبه با من باشید ما همیشه تو بخورانیم تشکر میکنیم از حمایت ها یکی دونیتی کرده بود یه قهوه خریده بود و گفته بود ویدیو باعث این میشه که یادآوری کنه که چیز جدید یاد بگیر این بهترین نامبرلند سه تا قهوه نا سیرین نه سیرین چهار تا مرسی ازت فاطمه سه تا سا بهراد محمد بازی شیرین رضا دانیال و محسن یه دونه شهروز هفتاد تا هفتاد تا قهوه مهمون کرده بود میشه یه میلیون و خورده خیلی ممنونیم ولی واقعا نیازی به دونیشن های بزرگ نیست روبان قرمز پنج تا ناتکارو پونزده تا ام جی و انجی سه تا نمام چرا این دفعه اینقدر زیاد از سایت های قهوه قهوه خریده بودین کافینه تو ایران هستش بایمیه کافی تو خارج هستش نمام اینترفیسشون رو بهتر کردن جای یکی نوشته بود ولی به هر حال هر چی شد مرسی ازت شایگان خیلی باحال بود دونیشن کریپتویی کرده بود مقدار قابل توجهی هم بود نه که خیلی عجیب زیاد همون در قهوه ها ولی معمولا دونیشن های کریپتو یا خیلی دوستایی داریم که یه قرون دو قرون میدن خیلی هم با حال گرفتن هر شکلی از کریپتو هیجان انگیزه ایت هاجا ده تا قهوه خارجی خریده بود خارجی بود خودش هم البته گفته بود بهترین کانتنتیه که تو یوتیوب برای دیگه دو دیده پتریان های جدیدمون هم نریمان امیر محسن 1371 انوش تخمینه و هاجا مرسی از همگیتون با رادیو گیک باشین تا ببینیم چه خبره این دفعه کلی خبر مصاحبه های طولانی آدم های مهم وجود داره از جمله مصاحبه مشهور دروف و از اون طرف مصاحبه توروالز هر دوتاشون رو سعی میکنیم هرچی دوش اتفاق افتاده رو تعریف کنم امیدوارم خوب باشین و لذت ببرین داشتم فکر کردم شاید شیوه درستتر اینه که ما توی اینجور وقتا یک رادیو بدیم و بگیم تو مصاحبه چی گفته چون شاید در زمان خودش هیجان انگیزتر باشه ولی ما دنبال هیجان نیستیم الان خیلی زیاد احساس میکنم که کاش شبیه این عارف قدیم بودن فرار میکردن دیگه هیچکی نشستشون راحت بشن من از شهرت بدم نمیاد حالا این که من دارم اسم شهرت نیست لیترالی ولی مخاطب هایی الان من دارم که منو نمیشناسن این برای من اصلا جذاب نیست من در واقع نمیخوام آدم دور خودم را بندازم نه پول در بیارم نمیخوام آدم دور خودم را بندازم یک عقیده رو بگم همشون تکرار کنن نمیخوام یه منبری درست کنم اون بالا بشینم حرف بزنم همه بگم باشه چیزی که من دوست دارم اون تعامله خیلی بیشتره رادیو رو برای این آدم ها رو میخونم سعی میکنم کامنت ها رو جواب بدم حالا توی جایی که میتونم مثلا توی یوتیوب ولی اون تعامل مهم از حجمی که بیشتر میشه اون بی معنی میشه تو این دو هفته من خیلی خودم رو غرق کردم در گروه های کوچیکتر. با آدم های اوپن میچرخیدم در کامیونیتی خیلی کوچی که واسه گیم داست با هم بازی میکنن قدیمی های دوچ کوین گروه های دوستانه کوچیکی که همدیگر رو تا یه حدی میتونیم بشناسیم با هم در مورد موضوع مشترک گپ بزنیم با علاقه مندی روی چیزی کار کنیم بدون اینکه مهم باشه که حالا خروجیش دقیقا چی در میاد یه گروه کوریوتیبز رو بازنویسی میکنن خیلی با کیفیت تره. برخورد به شما نداشته باشه نه اینکه شما که بی کیفیت میشین وقتی زیاد میشه اون رابطه دو طرفه از بین میره اون مفهوم ارزشمند جامعه مدنی هم ضعیف میشه صدای من خیلی قوی تر میشه از صدای شما و این اتفاق خوبی نیست واقعا من باید چیکارش کنیم یکی از راهاش اینه که شما رادیوی خودتون شروع کنید مال منم گوش بدید من خیلی هم خوشحال میشم ولی صداها رو بیشتر کنید گروه های کوچیک حالا در نهایت آدم های خواهند بود که صد نفر فالوور دارن ولی اون گروه های کوچیکی که 20 نفر فالوور دارن اتفاقا تاثیر سنگینی رو میذارن رو آدم ها از کنار ما سریعا آدم ها رد میشن ولی وقتی شما 20 نفرین واقعا دارین به هم گوش میدین خلاصه مرسی ازتون که واقعا گوش میدین درد و دل هام رو خب خبر اول ما شروع میکنیم با خبر اینکه سنای آمریکا مجوز صادر کرده برای اینکه قانون فیسا فکر می کنم دو سال یا سه سال دیگه تمدید بشه حالا جزئیاتش برای دو سال دیگه اینجا دارم خبرش رو فیسا فارن اینتلیجنس Surveillance Act قانون شنود اطلاعاتی خارجه مثلا یه چنین چیزی فیسا اون موقعی که می اومدم من در فکرم نوشته بودم اون موقع بحثش اینه که حالا کلی بخش داره بخش 702 اون بخش حساس هست از همه حساستر و حادتر است که اجازه میده به آمریکا که از تمام غیر آمریکایی ها در خارج از آمریکا شنود انجام بدن هیچ نیازی به مجوز ندارن توی آمریکا اگه شما میخواین شنود انجام بدین لازمه که یه قاضی دقیقا بگه که باید برین پیش قاضی بگین که من میخوام جادی رو شنود کنم اسم و همه چیش رو بدین دلایلتون رو هم بگین قاضی امضا کنه که شما اجازه دارین شنود انجام بدین به این دلایل بعد که اتفاقات تروریستی افتاد رفتم سراغ اینکه این رو چت رو هی گسترده تر کنن مثلا گفتن ما هر غیر آمریکایی که توی آمریکا هست ولی مشکوک به عملیات تروریستی مشکوک به فعالیت در حوزه تروریسم ما این رو شنود کنیم حالا بدون اجازه قاضی در واقع قاضی یه حکم خیلی کلی بده که ما میتونیم اینا رو شنود کنیم اینها شروع میکنه حقوق مردم رو ضعیف کردن در مقابل حقوق دولت ها فیسا هم این بود که میگفتش که آمریکا هر شهروند غیر آمریکایی خارج آمریکا رو حق داره شنود کنه هیچ مجوزی هم نمیخواد خیلی چتر بزرگیه درسته که غیر آمریکاییان پس در واقع قاضی آمریکایی احساس میکنه خب به من چه برین شنود کنه. درسته که غیر آمریکایان و خارج آمریکان ولی تهش یه چتر که همه رو بدبخت میکنه الان زور آمریکا میرسه شونوت میکنه همه کشورهای دیگه هم دارن این کارا رو احتمالاً میکنن در یک لول ولی اتفاقیه که تهش نمیشه جنگ کرد به این خاطر خیلی مخالفت زیادی داشتش شما همینی که به دولت قدرت این رو بدین که رو گروه بزرگی از آدم ها بدون هیچ توضیحی کنترل کسب کنه خب دیگه اون دولت کنار نمیره منو که اومدم بازداشت کردن با اون وضعیت توی دروغی گفتن ریختن تو خونه و غیره و غیره بهشون میگفتیم حکم نشون بدین طبق قانون ایران طرف هیچ حکمی نداشت یه نامه کلی داشت بدون اسم و امضای درست بدون اسم من توش که میگفت با توجه به چی چی ما میتونیم در راه ها ایست بازرسی بذاریم ما میتونیم این کارو بکنیم و ایدهشون که من با این میتونم شما رو دستگیر کنم احتمالا تو مکانیزم حقوقی ما تهش یارو میتونه دستگیر کنه ولی اون یه مکانیزم فراقانونیه که یکی امطور کرده خب آره بریم دستگیر کنین الان لازمه هیچ مکانیزمی که قانونی براش تصفیب بشه بگن اصلا در ایران امکان دستگیری عموم مردم هر وقت لازم دیدیم وجود داره نیست هنوز تو قانون ایران اگر میخوان شما رو دستگیر کنن باید حکمی داشته باشن که اسم شما توش نوشته شده باشه و آدرستون حالا یه سری دوستان که خیلی نگران که قانون کشور اونجا ولی ببینین که ککشون هم نمیگزه به الان خیلی 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 سریع فیسای قبلی که تصویب شده بود تموم که داشت میشد سنا رای داد و تصویبش کردن برای دو سال دیگه تو لول اینترنت این خیلی اتفاق مهمیه آدم های مهمی فکر کنم سنودن شاید توییت کرده بود در موردش حالا یا توت کرده بود الان روزا هرچی میگن تو توی ماستودون اتفاق میافت که بعدی نیست ولی به جای توییت میگن توت کردن واقعا هرجوری جوری میشه ولی به هر حال Uh, که میگفتن ما به اینترنت باشین داریم اینترنت رو از دست میدیم شهروندای غیر آمریکایی که قرار شونی باشن همشون تو اینترنت هم. در واقع نشون میده که دولت آمریکا اجازه پیدا میکنه که بخش زیادی از دیتا های شما رو دسترسی داشته باشه مستقل از حالا مکانیزم های خیلی حالا تکنولوژیک تری که مثلا یه قایق یه جایی میره که ابزار شونود روشه هواپیما رد میشه ماهواره و اینها خلاصه اینترنت به این خاطر تحت خطر میدونستنش رأیش هم خیلی رای محکمی نبود 60 رأی مثبت گرفت 34 رأی منفی 17 تا دموکرات بهش رای منفی دادن و 16 تا جمهوری خواه که تقریبا مساوی هم خیلی جالبه هر دو طرف مخالف داشت و به طور خاص سناتور برنی سندرز هم که رای منفی داد که جزء معدود آدم حسابی طورهایی که حداقل حرفهای خوبی میزنه اما حکومت رو بدن کل ایدهش چیه ولی در نهایت خیلی جاها موزه های معقولی میگیره پس برای دو سال دیگه این رو داریم اگر آقای بایدن هم امضاش کنه اینترنت زیر شنود آمریکاست این خبر الزاما خیلی مستقیم شاید وصل میشه به خبر بعدی ولی نکات بسیار جالبی داره یه دعوایی هم تو آمریکا جریان داره در مورد شاتدان کردن یا حالا اجبارا خریدن فروختن تیک توک. که خب تیک تک رو میشناسین تمام شبکه اجتماعی شبیه ریلز اینستاگرامه و شورت چرا شو همه ها اینجوری شدن و شورت یوتیوبه و نکتهش اینه که این فکر کنم قبل از اینها اینقدر عمده شد که اومدن شما که شما اینه که بازش میکنین همینجوری میزنین بعدی هر کی یه ویدیو یه دقیقه گذاشته الان طولانی تر هم داره ولی ویدیوها خیلی جذابن نامه هایی که از ایمیل هایی که از تیک تاک اومده بود بیرون این بود که حواستون باشه کسی که میاد تو حتما باید ویدیوهای آدم های خوشگل رو ببینه آدم زشت جو بهش نشون ندین که اون تو بمونه یا مثلا اگه شما تو تیک تاک از یه ویدیو بذارید اولیشو 500 نفر میبینن و شما حال میکنین که عجب چیز ردیفیه در حالی که همین کارو تو اینستاگرام بکنین سه نفر میبینن در نتیجه شما احساس میکنین من تو تیک تاک بمونم خیلی باحال منو زیاد میبینن معلوم نیست اون چقدر واقعیه چقدر الکیه اینجور چیزاش خیلی مبهمه همه چیزش تیک تاک تو دنیا خیلی خیلی طرفدار پیدا کرد و ما بچه که بودیم معلم دینیامون به اون میگفتن که این فیلم هایی که شما میبینین از هالیوود میاد توی آمریکا اصلا ممنوع استفاده از دیدنشون بعدا میفهمیم که خب دروغ میگن ولی و این فیلم ها در همه جا هست حالا که برای بچه مناسبه یا اصولا اصطلاح درست میشه که بعضی از فیلم ها ممکنه برای بچه زیر 13 سال ممنوع باشه یا حتما با, با پدر مادرش بره ببینه شما نباید تنها ببینید اینا معقوله که اونم برمیگرده به این نبودن این سیستم های درست وقتی که شما سانسور رو دارین رو همه چی سطح سانسور رو که رد میکنین سطحش رو خب به همه چی دسترسی دارین الان یه بچه دوازه ساله هم پرنگرافی میتونه ببینه به راحتی تو ایران این کار رو احتمالا خیلی جاها سختتر میتونه بکنه تیک توک هم نمونه واقعی از این هستش که توی چین به این شکل فعال نیست تو چین یک اپ دیگه هست با یه مکانیزم های دیگه و تیک توک برگ برنده خیلی عجیبی که داره الگوریتمیه که به آدما ویدیو پیشنهاد میده ویدیو الگ... ویدیوهای مورد علاقه شما رو خیلی خوب پیدا میکنه و شما رو خیلی خوب معتاد میکنه توی تیک توک ترس آمریکا و حالا یه بخشی از کشورهای غربی از تیک توک اینه که خیلی 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 نفوذ گسترده داره یه اپیه که همه دارن ساعتهای خیلی زیادی از روز رو توش سپری میکنن دسترسی های قابل قبولی داره قابل قبول منظور زیاده یعنی واسه خودش دسترسی های قابل قبولی داره چون یه اپی مثل اینستاگرامه و از اون طرف هیچی از الگوریتمش مشخص نیست هیچ شفافیتی هم نداره آمریکا اول خیلی نگران این بود که خب همه کارمندای دولت این اپو دارن لوکیشنشون رو میتونه ببینه دوربینشون رو دسترسی داره و یه کالمه چیز و ما نمیخوایم این باشه گفتش که کارمندای دولتی که گوشی دولتی میگیرن تیک توک نداشته باشن بعد متوجه یه چیز دیگه شد به جز همه این اتفاقات حضور خیلی سنگین تیک در زندگی آدم ها نتیجه که تیک توک میتونه خیلی راحت جهت سیاسی بده یعنی تو حین انتخابات میتونه چیزهایی رو به شما نشون بده که احساس کنین که خیلی هم چین بد نیست حالا این خیلی زمخت بود تایوان هم خطرناکه ما اصلا چرا داریم بودجمون رو خرج کارهای نظامی میکنیم ما باید بودجمون رو مدرسه بسازیم حالا مطمئنا مدرسه اگه بسازن وضعشون بهتره ولی در نهایت تو آمریکا این جهته یا خیلی راحت تو تیکتوک اتفاق میفته آمریکا اومده گفته که تیکتوک باید بیاد و خودش رو فکر کنم یه بخشش رو بفروشه به یک شرکت آمریکایی که ما حداقل یک انتیتی که میدونیم توش چی میگذره باشه شرکت پشت تیک اسمش هستش بایت دانس خیلی اسم ای داره گفته که این کار رو نمیکنیم بمیرم این کارو نمیکنیم از حرفی که زده اینه که میگه ما حتی اگر کلا تو آمریکا ببندیم اپمون رو و دیگه فعال نباشیم تو آمریکا حاضر نیستیم بفروشیم دلیلش هم میگه که الگوریتم هایی که دارن و الگوریتماشون خیلی ارزشمنده و بایتنس یک کلمه اپ دیگه هم داره یه بخش خیلی کوچیکی از بیزنسش تیک به خصوص داره درآمدی که حساب کنین هیچی میشه تو آمریکا هم که دیگه حالا به نسبت کل جهان خیلی خیلی خیلی, خیلی کوچیک تره در میگه ما به خاطر بودن در اونجا حاضر نیستیم رو به شما بدیم در از بفروشیم الگوریتماش میاد این بحث ها هم هستش که جوری بفروشیم که الگوریتما ازش جدا بشه ولی عملا دیگه اصلا اون اپ نخواهد بود خیلی بحث مفصلی یا تو بحث تکنیکیش ولی داستان جالبیه یه سری دوستانم حالا میخوان بول بگیرن که ببینین آمریکا داره یک اپ رو فیلتر میکنه جوابش اینه که عزیزان من الگوتون قرار نیست آمریکا باشه آمریکا خیلی هم بد آمریکا اتفاقا فیسا هم داره خبر قبلی رو اگه میدیدین از اون طرف آمریکا داره یک دونه اپ رو که تو چینه حاضر نیست اصلا بگن چی هست چی کار میکنه و مشخصا احتمالا به دولت چین وصل مشخصا رو پس میگیرن ولی خیلی ایده هستش که بایتنس به دولت شدیدا وصله به حزب کمونیست چین وصله داره این رو محدود میکنه عمل کردش رو شما چی کار کردین خلاصه تیک توک فکر کنم تو ایران هم فیلتر فیلتره دیگه تو ایران همه چی فیلتره ندیدم ای کسی میدید به بی من بگه خلاصه خیلی چیز قریبی بود قبلش هم ترامپ این کار کرده بود سعی کرده بود ممنوع کنه تیک توک و ویچت رو تو آمریکا که خب هر دوتاش در نهایت با رأی یک قاضی مستقل رفت شد ولی برای این سراغ مصاحبه لینوس این بالتره. خیلی فضا سیاسی اجتماعی شده مصاحبه تینو سوروالز با مزه است رو میشناسین آدمیه که پشت کل دنیای لینوکس قرار داره کرنل لینوکس رو خودش نوشته و بعدا پروژه گنو اومده یه مجموعه گذشته کنار 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 کرنل و ما توضیح گنو لینوکس مثل توزیع و رزه گنو لینوکس مثل اوبونتو دبیان فدورا ریوا یا هر چیزی که شنیدین رو داریم اخیرا توی برنامه لینوکس فاوندیشن برای اوپن سورس سامیت آمریکای شمالی توروالز و دوست جونش هاندل با هم حرف زدن درک هاندل که هد اوپن سورس پروگرام آفیس ورایزن که شبکه مخابراتی خیلی بزرگ و حالا چیزهای دیگه است صحبت هم جالب بوده حرفای متنوعی زدند گپا خوب بوده خود ویدیو رو اگر ببینین باحاله و میصرفه می ولی من تقریبا همه چی که هست رو میگم اولش با بحث همین گت تب و اسپیس شروع شده که شما وقتی کد مینویسین گاهی باید یه چند خط بیاین چند تا کاراکتر بیاین جلوتر بعضیا یه تب فشار میدن کاراکتر تب شبیه هشت تا اسپیس یا حالا یه مقداری میره جلو بعضیا چهار بار اسپیس رو میزنن حالا همه جا بحث هست که تب بزنیم یا اسپیس بزنیم باز طرفدار تب زدنه یه دونه تب میزنه استدلالش هم منطقیه میگه که شما یه دونه تب میزنین اولا فقط یه تب مصرف میشه توی بیگ با... توی سریال سیلیکون ولی هم این دعوا خیلی زیاد هسته چون آقا اسمش او چارلز بود چی بود اسمش دامیس... اون مدیر اصلیه که الگوریتم نوشته اونم طرفدار تب بود یه کاراکتر اولا مصرف میشه در حجم کمتری داریم چون یک دونه تبه که فاصله زیاده به جای 4 تا اسپیس یا 8 تا اسپیس از اون طرف یه دکمه میزنین تموم میشه و غیره و غیره بعضی هم طرفدار اسپیس هم من اسپیس میزنم ولی من در واقع تنظیم میکنم تب و فشار میدم خودش چارت تا اسپیس میزنه در یه چیزی بینا بینیم ما هم تا 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 چهار تا اسپیس, تا 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 اسپیس خلاصه اولین بحث رو کردن در این واسه خنده فقط نبوده بلکه یکی از دیولوپراشون توصیه کرده بود که از تب استفاده کنند که مشکل کی کیکانفیک حل بشه و اینجور بحث ولی در نهایت برای شوخی بوده اما بعدش تورواز در مورد کرنل لینوکس حرف زده و گفته کرنل لینوکس آروم منظم و حوصله سربر داره پیش میره و ما ورژن بعدی 6 ممیز رو منتشر خواهیم کرد خیلی بحث بامزه بوده خودش توضیح داده که سی سال کرنل لینوکس داره توسعه پیدا میکنه اگر هر روزی اومدیم گفتیم یک اتفاق خیلی هیجان انگیز داره توش میفته معنیش اینه که احتمالا یه چیزی به مشکل برخورده و ما داریم با هیجان حلش میکنیم وگرنه توی برنامه‌ای که سی سال داره نوشته میشه هیچ اتفاق یهویی یه هیجان انگیزی نخواهد بود که بحث بامزه‌ای هم هستش یه دوستان هستن که تا لینوکس رو میشنون حالا و برنامه نویسن و دوست دارن میرن به سمت اینی که ما میخوایم تو کرنل لینوکس یه کاری بکنیم چیزی اضافه کنیم و اینا تا وقتی داریم باش ور میرین خیلی باحاله کامپایلش کنین رو عوض کنیم ببینیم چی میشه ولی اینجوری نیستش که سی سال کرنل لینوکس توسط بهترین برنامه نویس های جهان نوشته شده باشه بعد الان منتظر باشه شما برین یه جایی شو درست کنین یه لوپی اشتباه شده باشه یا یه جای یه چیزی رو بلد نبوده باشن درست سورت کنن همه چیز خیلی بهینه شده اتفاقی که الان داره خیلی زیاد میفته سخت افزارهای جدید بهش اضافه میشه مثلا که شما کاملا ممکنه یه کیبوردی داشته باشین که یه فیچریش کار نمیکنه و تو درایورش یه چیزی اضافه کنیم کاملا محتمله ولی خود ذات مثلا مموری منیجمنتش پروسس اسکیجولینگش و این جور چیزا رو خیلی بعیده که منو شما بتونیم بریم به این سرعت تغییر بدیم خیلی خوبه که سراغش ولی با این ایده همیشه برین که مدت چیز یاد میگیرم یه چند وقت پیشه که یه مقاله ای نوشته بود که قشنگ بود گفته بود من یه دونه نوت بوک وات فاک دارم WTF و این شکلیه که وقتی میرم توی تیم جدید توی شرکت جدید با یه گروه جدید با دوستای جدید یا هر جای جدیدی که هستم میگفتم از پروژه بره قبلی میاد گرفتم یه دفترچه کوچولو میذارم بالای صفحش مینویسم WTF وات فاک چیه این دیگه چیه یعنی این. و هر اتفاقی که میبینم خیلی عجیبه اون تو برای خودم مینویسمش که این خیلی عجیب بود اینا به جای ردیس از فورک خودشون استفاده میکنن خیلی عجیبه برای من ردیس هم فورک شده بود. به جای فلان کاری که به نظر من منطقی تره این کارو میکنن عوض اینکه ایمیل بفرستن یه بورد دارن توش مینویسن چیکار کنن روز تخته همه میبینن مثلا و اینجور چیزها و میگه من یک ماه دو ماه سه ماه تو اون شرکت میمونم و اینها رو یادداشت میکنم بعد که فرهنگ رو شناختم آشنا شدم تازه میرم اگه هنوز اینا برام عجیبه میپرسم در موردشون نیروی کاری نباشین که روز اول میره میگه شما اینجا که بی سوادین اونتون که اشتباه اینتون چرا اینجوریه بیای من اینو با این عوض کنم اگر رفتین تو دنیای کرنل یک سال حوصله کنید برای خودتون کامپایل کنین پارامترها رو عوض کنین تغییر بدین ببینین چی میشه و اینجور چیزها چیز بیشتری یاد میگیرین تا با این ایده برین که همه بی من خیلی مقوفم. خلاصه بعد در مورد هاردور ارورا حرف زدن که خب این چند وقت خیلی زیاد داشتیم چیزایی مثل حالا همون حمله ایکس هم هاردور نبود ولی تو رادیوی قبلی داشتیم هم در مورد اپل حرف زدیم که یه جور انگار حالا با که خیلی جای بحث مفصلیه سخت افزاری وجود داره که یه اشکالی پیش میاد و توروالز هم میگفت خب اینا احتمالا حالا حالا برطرف نمیشه چون اولا کارشون خیلی سخته پنج جنریشن از هاردور هنوز هستش قبلی ها دارن استفاده میشن نمیتونن راه فنور رو فیکس کنن و از اون برم که ما نرم افزاری ها از هم چیزی یاد میگیریم سخت افزاری ها از هم یاد نمیگیرن دلیلش هم واضحه نرم افزار خیلی آزاده ما همدیگه رو زیاد میبینیم الان شما میتونید بهترین کد بهترین برنامه‌نویس جهان رو برین تو گیت نگاه کنین که داره چیکار میکنه ببینین چه باگی داشته کی ریپورت کرده کی داره چه جوری حلش میکنه سخت افزاری اینا رو نمیبینن در چه باگ هاشون بیشتر تکرار میشه از جمله مثلا در مورد ریسک حرف میزنه ریسک 5 میگه کاملا با اینکه بازم آزاده ولی ممکنه باگ های اینجوری رو تکرار کنه مطمئن نیستیم از بین میرن بعد رفتن سراغ مشکل XZ حالا لینوکس اگر بگیم کرنل لینوکس منظور نیست توضیح های یونیکسی که از ایکس استفاده میکردن که تو شماره قبل بازم داشتیم نه تو شماره قبل اشاره کردم که یه ویدیوی کامل در موردش دارم در مورد اون گفتیم یه باگی که یه نفری خودش رو دیولوپر جا زده اومده اعتماد کسب کرده یه در پشتی کوچیک درست کرده که اگر دیده نشد به یه کالمه سیستم دسترسی پیدا کنه این دیده شده و حل شده تورواز گفته که این مشکل پیش خواهد اومد بازم گفته از جمله تو سال 2021 اینم تو رادیو گیک گفته بودیم اون سال یه مجموعه از دانشجوها سعی کردن یه سری کد بد رو کد با اطلاعات نامناسب رو کارهای بد رو بیارن توی کرنل لینوکس که خب ما اون موقع این رو دیدیم و همشون رو حذف کردیم ولی میگه این اتفاق بازم ممکنه بیفته هندل یا هندل توضیح میده که دوست لینوکسی اونجا نشسته توضیح میده که اتفاقا صنعت باید حمایت بیشتری از دیولپرا بکنه نه فقط مستقیم بهشون پول بده بلکه درگیر این پروژه ها بشه اگر ازشون استفاده میکنه خودش هم شروع کنه دیولپ کردن نیرو گذاشتن خوندن کد و اینجور چیزها تاشم هم حالا تای تایش نه ولی در مورد ای آی حرف زدن که سوال هممون هست آیا ای آی میتونه منو شما رو جایگزین کنه؟ حداقل جواب توروالز و دوستش رو میشنم تورباز و هونتل گفتن که نه خیلی هم مسخره آمیز گفتن حالا تورواز گفته خیلی هم اتفاقا خنده من دوست دارم ببینم آیا یک روزی یک مدل ای, ای میتونه من رو جایگزین کنه یا نه و هونتل هم اضافه کرده که most AI today is autocorrect on steroids استروید اینه که بعضی از به اصطلاح بدنسازها بدنساز نما میگن بهشون تو ایران مصرف میکنن و شدیدا باد میکنن هیکلشون خیلی عجیب گنده میشه کنم تزریق میکننش یا همچین چیزی و در این حال دپرشن های هات میگیرن مریضی های هات میگیرن و یه سری مشکلات دیگه گفته که حالا هوندل و خب طور بازم پیشش نشسته اعتراضی نکرده گفته چیزی که ما تحت عنوان ای آی الان داریم در واقع یه اوتوکورکتیه اون سیستم اصلاح خودکار موبایل که همیشه میزنه و البته تایپ و بقیه چیزها که استروید مصرف کرده واقعا هم این شکلیه اگر شما دقیق تر بخونینش در اصل کاری که همه این سیستما میکنن که شما بهشون یه چیزی میگین میگن اوکی ادامه این چنین چیزیه فقط اون رو خیلی خوب میگن با دانش بسیار بسیار گسترده تورواز میگه که تشت بذارین 10 سال سب کنیم و ببینیم تازه به کجا میرسیم این کریزی اناونسمنت هایی که الان میشن خیلی مهم نیستن این اطلاعیه که اصلا این اتفاق افتاده داره جهان عوض میشه اون شده اینجوری میشه میگه اینا انقدر مهم نیستن ده سال دیگه معلوم میشه ما اصلا کجا وایسادیم الان همه اینا میخوان بودجه جذب کنن و کارهایی که میکنن هم کمک خیلی هم خوبه اتفاقا تشریح میکنه که ابزارهای خیلی خوبی به ما میدن ما خیلی هم خوشحال میشیم ابزارهامون هوشمند بشن به ما کمک کنن ولی فعلا جای کدنویسی واقعی رو نمیگیرن تجربه شخصی منم من, هم من از همکارام برنامه که روزمره برای شرکت می نویسیم و با مدل های AI نمی نویسیم که مثلا دارن فیبوناچی یاد می‌گیرن خیلی حال می‌کنن یا اونایی که میگن من یه اپ می که یه ریکوست بزنه به اونجا خروجیش رو پنج برابر کنه نشون بده خب خیلی حال میکنن. یا حالا چیزهایی چیده تر به همین شکل ولی کارهای یونیک اتفاق نمی افته. تا الان خیلی شبیه ابزارهای خیلی باله. یه دوان بود کی بود؟ که خیلی پر سر صدا میگفتن اصلا بهش تسک و می خودش تیکه خودش تیک تیک میکنه انجام میده تقسیم میکنه بعد میره کدشو مینویسه بعد خودش تو دولیسشو تیک میزنه بعد اپا به ما تحویل میده معلوم شد که خالی بندی بود و فقط نمایشی بود تورواز میگه این خوبی ای آی البته این بوده که انویدیا خیلی درگیری نزدیکتری با لینوکس پیدا کرده چون لازم سیستم های لینوکس روش خوب ران بشن خیلی داره کمک میکنه و اینجور چیزها و امیدواریم که بهتر هم پیش بره و در نهایت گفته این چیزی که داریم AI ای AI میشه Artificial Intelligence BS تو تمام ادبیات جهان میشه بولشت بولشت یعنی مدفوع گاو گاو نر جنگی جنگی ولی بولشت به معنی مزخرفه در نشه میگه این AI BS ولی بعدش هوندل که بغلش نشده توضیح میده البته منظورش از BS Beautiful scienceه ما هم میگیم آره خلاصه که آخر هم یه بحث وامزه بود از طلبا میپرسن که پروژه دیگه بزرگی میخوای بعد از آه... لینوکس و گیت انجام بدی گیت رو هم اگر نمیدونی توروالد نوشته میگه که امیدواره که این اتفاق نیفته بعد بعدم اشاره میکنه به اینی که من زمانی که لینوکس رو هم درست کردم گفته بودم این یه پروژه شخصی کوچولوئه که بعید از یه چیزی بزرگتر بشه و بعد این چی ازش در اومد. آره طولانی شد مصاحبه هم تازه میخوام بگم از این قوانین سری میگذریم چون بحث حقوقی زیاد داشتیم یوکی هم یونایتد کینگدم اگه بشون بهش بگیم انگلیس انگلستان یا هر چیزی چیه متحد بهش میگفتن چی میگم بهش بریتانیای کبیر هر اسمی که داره بریتانیای کبیر نیست خیلی بحث پیچیده هر کدوم از اینا دقیقا یه چیزیه به هر حال ما بهش میگیم یوکی که درد سر نشه یونایتد کینگدم پادشاهی متحد اعلام کرده که توی قانون جدیدی درست کردنه دیپ فیک سکسی از آدم ها جرمه و جرم سنگینی هم حسابش کرده الان میدونین دیپ فیک یعنی اینکه مثلا وردارین یه کالمه ویدیوی جادی دارین الان یه کالمه هم صدای جادی دارین عملا هر مدل ای آی خیلی راحت میتونه هر ویدیویی که جادی هر چیزی میگه رو براتون درست کنه اگه ویدیوی از جادی دین که یه چیزی میگه اعتماد نکنین به خود رو جادی ایمیل بزنین بگین جادی این توی منم میگم ولم کو به من من به من بیکارم ولی دیپ فیک حالا به طور خاص تو دنیای سکسی اینه که شما برمیدارین صورت یه هنرپیشه رو عوض میکنین با صورت جادی یا هر کسی که دوست دارین یا دوست ندارین معمولا و بعد این رو پخش میکنین که آبروش بره کم کم این مفهوم آبرو رفتن به این خاطر از بین خواهد رفت ولی الان تو انگلیس این کار جرم خیلی سنگینی حساب میشه جریمهش میتونه نامحدود باشه یعنی در نهایت قاضی تشخیص میده این جریمه باید چقدر باشه اون رو دوستان یاد نگیرن و در عین حال اگر تو پخشش کرده باشین و زیاد پخش شده باشه میتونه به زندان هم منجر بشه گفتن این یکی دیگه از نشونه هایی که ما چقدر جدی میگیریم کسانی که سعی میکنن شخصیت بقیه رو توی اینترنت خراب کنن تو ایران که خب میگن بعضی بودجه میگیرن شخصیت ها رو خراب کنن فدای سرتون خبر سریع دیگه اون اینه که زیلوت که سازنده زد هشتاد افسانه اعلام کرده تا بعد از تقریبا 50 سال تولید زد هشتاد متوقف میشه زیلوگ رو فدریکو فگین ساخته بود که یه مهندسی بود تو اینتل که تو پروژه 4004 اینتل کار میکرد اولین سی 4 چهار بیتی. الان سی پی از 4 بیتیم هم به این معنا از اینتل میاد بیرون برای خودش یه پروسسور 8 بیتی درست میکنه که اسمش رو میذاره Z80 اسم شرکتش رو هم میذاره زیلوک بسیار 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 استقبال میشه از Z80 و برای 50 سال تولید میشه من که بچه بودم که از یکی نه واقعا فکر کنم اولین کامپیوتری که داشتم یه اسپکتروم بود که توش یه پروسسور Z80 داشت Z80 از نظر معماری, معماری نه از نظر برنامه نویسی خیلی شبیه 80 ه 80 رو داشتیم 80 رو داشتیم 80 486 بعد پنتیوم بعد این خرت و خورتایی که الان می‌بینید ولی در اصل مهندس از اینتل میاد بیرون باینری کامپتیبل با 8080 زد 80 رو میسازه که البته فیچرهای بیشتری داره من که دانشجو بودم هم هنوز زد 80 قابل خریدن و استفاده به عنوان یه میکروپروسسور بود برای یه سری دیوایس هایی که درست میکردیم پروژه درست میکردیم یه <ıkles> چیز خیلی قشنگی اینجا داشتم اون خیلی قشنگ هم پیدا نکردم یه دونه هند هل دیوایس کوچولوه با یه باتری خیلی کوچولو الکترونیکی یه دونه فکر کنم پروسسور رو حالا Z80 یا 8080 داره و خیلی عالیه بچهای سی سوک برام فرستادن اگر الکترونیک دوست دارین سی سوک رو سرچ کنین S I الکترونیک یا هر چیزی مطلبای خیلی خوبی دارن و غنیمتیه که در ایران یکی داره کار الکترونیک میکنه کجاست واقعا همه چی گم شده بعد همه چیم رو میزم باشه خلاصه خیلی با باحاله و باعث خوشحالی زد 80 به هر حال باید خبرش رو میدادیم که داره متوقف میشه اون زمان توش حتی لپتاپ بود با زد 80 سی پی ام که یه مزیت بزرگش این بود که سی پی ام که یه سیستم عامل حالا در اون دوران خیلی مهمی بود و جدید حساب میشد روی 80 80 و زد 80 رام میشد اولین پکمنی که ساختن واقعا و باش بازی میکردن زد 80 داشت و یه کالمه چیز دیگه سگا و بقیه چیزها متاسفانه یا حالا دیگه دورانش میگذره دیگه باز نشسته میشه خب خبر آخرم آوردم همش حقوقی شد بعد اسم این شما میشم حقوقی حقوقی بیان حقوقتون رو بگیرین یا حقتون رو بگیرین خبر آخرم خیلی دیگه بیمزه است ولی خب بامزه است اون هم اینه که دوباره تو لندن یه یارویی که مسئول اداره طلاق بوده میخواسته دو نفر رو طلاق بده مسیر پیش رفته ولی اشتباهی پرونده بغلی رو باز کرده کلیک طلاق نهایی رو زده و دو نفر بی از هم طلاق گرفتن که اصلا تو فیلم نبودن خیلی بامزه است یکی کلیک اشتباه روی دونه داکیومنت اشتباه و نتیجهش این شده که این دو نفر فردا نوتیفیکیشن گرفتن که طلاق شما تموم شد بیاین مثلا کاغذاتون رو بگیرین طلاق یا عقدنامه شون یا همچی چیزی رو بگیرن و اینا سورپرایز شدن و معلوم شده از اون کلیکه تا نهایی شدن فقط 21 دقیقه است و نکته جالب اینه که اینا شکایت کردن و در نهایت قاضی رأی داده که نه ما نمیتونیم اعلام کنیم که این اشتباه بوده شما واقعا طلاق گرفتین چون اگه ما بیایم تو یه مورد بگیم نه قاضی به نچ رسیده که اینجا قانون اینجاش اشتباه شده اون کلیک کرده خراب بوده قاضی برش گردونه باعث میشه که بعدا چی میگم خشته اول کجی بشه که دیگه قاضی میتونه اعلام کنه نه اونی که درست پروسه انجام شده ولی به نظر من این ممنوعه این عوض میشه این باید اینجوری بشه ما نمیتونیم از پروسه قانونی که تعریف کردیم بیایم بیرون در از قانون چیزیه که اجرا میشه توی نرم افزار میگن کد قانونه من ممکنه برنامه باگ داشته باشه شما بتونی پولا رو منتقل کنی به خودت اوکی قانون اون کد بوده تقصیر کد من بوده اگر هر دفعه من رابطه میگم نه حق بوده که من اینو به تو برگردونم حق رو سابجکتیو میکنیم حق خیلی مهمه ولی اگه شما یادم بذاری که تشخیص بده که آره درسته که اینجوری شده ولی نه این آدم باید مجازات بشه چون حقش رو من میبینم همون ماجرا میشه که هممون میدونیم چی میشه آره خلاصه این بود همه اخبارمون به جز بحث آقای دروف که اون هم بسیار 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 مهم بود توی بخش در اعماق آوردنش دروف که معرف حضورتون هست تا اگه اسمشو ندونین تلگرام رو ساخته با تاکر صحبت کرده که یه دونه حالا مجری خبرنگار یا هر چیز آمریکایی تاکر آدم نافرمیه اصولا کسایی که با تاکر مصاحبه میکنن یه صحبتی همیشه میشه که چرا رفته با تاکر حرف زد اگه میتونسته با کس دیگه حرف بزنه تاکر خیلی کانسرواتیوه تو آمریکا مخالف مهاجرینه خیلی موافق ترامپ همزمان دیدش اینه که کره شمالی هم بد نیست چین هم بد نیست از نظر سیاسی خیلی پر که عموم آدمهایی که آدمهای خوبی حساب میشن عقایدش رو دوست ندارن ولی در نهایت حق داره که تریبونش رو و باشه تبلیغ کنه و بقیه چیزها با دروف حرف زده و پاشده رفته فکر میکنم دوبی با دروف حرف زده دروف تو دوبهی زندگی میکنه و بحث جالبیه دروف پدرش از روسیه فرار میکنه فرار کرده نمیکنه میره در واقع ولی خب در واقع مثل همه کسایی که دارین از ایران میرین و بعد که تو روسیه در واقع شوروی از هم میپاشه و انقلاب میشه برمیگرده روسیه به عنوان استاد دانشگاه دروف میگه خب من برادرم نابغه ریاضی بود خودم خیلی بر... خوبی بودم عشق کامپیوتر بودیم و ما یه کامپیوتر داشتیم که در روسیه خیلی نایاب بود درش برنامه نویسی میکردیم و در نهایت خودش و برادرش یه چیز درست میکنم به اسم VK VK دو کاراکتر انگلیسی که فیسبوک روسیه است در اصل هر چند که به دورف بگین این فیسبوک روسیه است خوشش نمیاد خیلی وقتا ادعا میکنه که ما خیلی چیزامون جلوتر از فیسبوک داشتیم اینها رو و در نتیجه به ما نگیم فیسبوک روسیه ولی میپذیره که تو دنیا باید بگیم فیسبوک روسیه که بفهمند چیه خیلی بزرگ و فعال میشه دورف فکر میکنم مدیر مدیرعاملش یا سی یا یه همچین چیزی و در نهایت در اتفاقاتی که تو روسیه شروع میکنه افتادن مردم علیه پوتین تظاهرات میکنن مشکل دارن روسیه حمله میکنه به اوکراین حمله اولش این سریش نه قبلا هم تیکه کرده بود و مخالفین اوکراینی تو ویکی با هم حرف میزنن دولت بهشون فشار میاره دولت روسیه به ویکی فشار میاره که باید اطلاعات اینها رو بدین و دروف در نهایت میگه من حاضر نیستم بدم من از کشور خارج میشم یه سری مسیج میزنه به دوستاش به برادرش که من دارم میرم من نمیتونم وایستم تو روسیه فشاری که میاد بهم خیلی زیاده حد میزنه که ممکنه دستگیر بشه و بقیه چیزها و استعفا میده از ویکی میگه تا وقتی من هستم این کارو نخواهیم کرد و معلومه که تو روسیه هستیم و این کارو خواهیم کرد پس من استعفا میدم و از روسیه میره بیرون و از ویکی هم میره بیرون سهامش رو میفروشه بازم روسیه در اون لول خودش و اینا هستی سهامش رو میفروشه برکی میخواد پولش برمی میره این کار در خیلی جاها سخت تره. بعد اتفاقی که میفته اینه که با خودش فکر میکنه من میخواستم به همه خبر بدم تو چی باید خبر میدادم تو ویکی باید خبر میدادم ولی ویکی که الان دیگه خود روسیه به همه چیش دسترسی داره به همه اطلاعات آدمهاش این که کیان و نکانت کیه این به اون چی گفته ما نیاز به یک مسنجر امن داریم و فکر میکنه یه مسنجر امن بنویسه برادرش رمزنگاریش خوب بوده خودش برنامه نویس بوده و مدیر خوبی بوده و شروع میکنن تلگرام رو نوشتن اینجا هم بامزه است اول میره آلمان و سعی میکنه تو آلمان این کارو بکنه ولی میبینه آلمان قواعد پیچیده ای داره الان نگاه نکنین همتون همه برنامه نویسا دارن میرن آلمان وقتی که دروف میره ده سال پیش قوانین و جایی تصفیب نشده بود و میگفت اگر ما میخواستیم یک تونه برنامه نویس درجه یک رو از دنیا استخدام کنیم و بیاریم تو آلمان برای ما کار کنه باید یه آگهی میدادیم شش ماه صبر میکردیم اگر کسی از آلمان اپلای نمیکرد میگفتیم از خارج نیرو میاریم می در آلمان رو ول میکنن میرن لندن همین داستان میرن آمریکا اونجا هم کارشون پیش نمیره یه شب که داشته برمیگشته اتفاقا از دیدن رئیس توییتر رئیس سابق توییتر که درست که اسمش چی بود ریش دراز داره خیلی باحالیه من هیچ استاد نمیشم همه وقت استاد چون حافظه ندارم استادا حافظه دارن ولی از دیدن اون میاد و شب خفتش میکنن چند نفر بهش حمله میکنن و سعی میکنم موبایلش رو بدزدن موبایلش نمیده باهاشون درگیر میشه خونین و مالین برمیگرده و اون موقع بسیار پول چند صد میلیون پول داره دلار و بیت کوین و در نهایت میفهمه که آمریکا هم جای موندن برای من نیست مشکلش فقط این یه حمله شبانه نبوده هرچند که میگه که تنها باری که تو زندگیم تو سفر بهم حمله شد تو آمریکا بود ولی مشکلش فشارهای اف بی آی بوده میگه که مثلا من یک باری که رفتم آمریکا و یه انجینیر تلگرام همراهام بود بعدن انجینیر به من گفتش که اف بی آی اومده باش حرف زده و میپرسیده که شما چه لایبریایی استفاده میکنین میخوای استخدام ما بشی ما میتونیم بهت پول بدیم لایبریی که ما میگیم استفاده کنین و این جور چیزها یا مثلا دروفت میگه من یه روزی داشتم صبحانه میخوردم تو هتل و دیدم یکی اومد نشه سر میزم مثلا گفت من از اف بی آی ام و یه خورده باهاتون صحبت میکنم و یه خورده با من حرف زد مشخصاً حالا خیلی اینا رو یه سری هم دوباره بولد کردن که ببینین که فشاری اف بی آی به دورو آورده تو روسیه مجبور شد سهامش رو بفروشه فرار کنه یه کشور دیگه بود زندان بود اگه ادام نشده بود و غیره ولی نکته اینه که تو آمریکا خب این شفاف‌تره یارو میگه از اف ولی در نهایت اونجا هم زیر فشاره هیچ وقت الگو تو مثل آمریکا نباشه آمریکا هم دقیقاً اگه زورش برسه همین کار رو میکنه هر کی زورش برسه ایده که باید در جایی باشین که زور مردم زیاد باشه از بحث فرعی بیان بیرون دانش میگه آمریکا هم نتونستم بمونم چون میدونستم که تو آمریکا های پروفایل هم. اگر این شرکت تو آمریکا هم پیش ببرم اتفاقی که میافتن که دائما میخوام بیان بگن اینو بده من بگم نمیدم اون میگه شکایت میکنم من بگم بکن حالا قاضی رای به نفع من میدم مطمئنا و یه کلمه چیز پیچیده دیگه ولی در نهایت امر تو آمریکا هم نمیتونه کار کنه و رفت کجا دبی دبی حبیبی کام تو دبی بود حبیبی کام تو تهران بود آره دبی دبی یا قدیمی تر بود و خیلی جالب توضیح میده میگه من رفتم دبی پولم رو راحت تونستم ببرم هر نیروی از هر جای جهان که میخواستم میگفتم استخدام منی فردا میومد دبی هفته بعد بهش کارت اقامت امارات میدادن مالیاتش خیلی کم بود ولی علاوه بر مالیات خیلی کمی که تو دبی میدادم سرویس هم خیلی عالی بود فرودگاه درجه یک به همه دنیا پرواز داشتم هتل درجه یک خیابونا عالی اینترنت فوق العاده الان دورف پولدارترین اکسپتیه که توی دبی زندگی میکنه و همچنین میگه که استقلال کشور از سیاست بازی هم برام خیلی مهم بود وقتی من تو دبی هم هیچ نیرویی نمیگه بیا الان علیه اوکراین حرف بزن حالا کانال اوکراینیا رو ببند الان برو قذر رو اینجوری کن حالا بیا با آمریکا همکاری کن علیه فلانجا میگه من تو دبی شرکت هم دارم خارج از سیاست اگر در مورد ایران داریم فکر خوش دقیقا میگه ایز آف بیزنس دارم راحتی تجارت ایز آف بیزنس تجارت حالا نه دوکون ولی یه لیست لیست آف ایز آف بیزنس هست یه ایندکسی که طبق معمول ایران یکی از بدترین های جهان از نظر که چقدر راحت میتونین یه کار رو اداره کنین تو کشور دوبه خیلی 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 میگه برام خوب بوده و بعد در مورد تلگرام یه خورده حرف میزنه که تو جوامع مختلف چیکار میکنه مردم خیلی استفادهش میکنن و نکته بامزم اینه که تاکر ازش میپرسه که تلگرام مال کیه و توضیح تلگرام مال خودمه توضیح میده که تلگرام 100 درصد مال منه هیچ وقت هیچ چیزش رو به بقیه ندادم دلیلش هم اینه که میخوام کنترل کامل تلگرام رو داشته باشم اگر من هر شکلی از سهامدار میداشتم تو تلگرام باید منافع سهامدار رو در نظر میگرفتم ولی وقتی 100 درصدش مال منه هر کاری میخوام میتونم توش بکنم و پولم برام انقدر مهم نیست این صحبتاش هم جالبه دروف به نظرم واقعا خوبه گوش کردنش مصاحبه تاکر دروف رو سرچ کنیم به انگلیسی و گوش بدین یه ساعت صحبته و میارزه و توضیح میده که من چون میگم واقعا رو باید ترجمه کرد یه رادیوی جدا همشو کامل بگم هم خوبه و توضیح میده که من چند صد میلیون دلار از فروش ویکی داشتم و عملا بستم بود تا آخر عمرم و توضیح من چند صد میلیون دلار به شکل پول در بانک و بیت کوین ده سال پیش اگر ده سال پیش 100 میلیون دلار بخشش بیت کوین بوده الان بازش خیلی 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 بهتره و کار کردی هم برای پول ندارم نه قایق دارم نه ملک دارم نه خونه دارم نه جت دارم نه هیچی نه زمین و تو حرفها هم توضیح دلیلی که چیزی ندارم اینه که دوست دارم آزاد باشم اگر من یه چیزی داشته باشم وصل میشم بهش اینا فلسفه های خوبی تو زندگیه حواستون باشه اینو داره دروفی بهتون میگه که صد میلیون دلارش رو تو بانک داره خب معلومه هر کشوری در هر لحظه پرواز میکنه میره هر جایی تو هر هتلی تا آخر عمر زندگی میکنه هر خونه خوشش شما اجاره میکنه برای دو سال و هر چیز دیگه برای من و شما نیست ولی یعنی یه درک از جهانش خیلی مهمه ولی به معنی استقنا همه چی رو ول کنی نیست وقتی من و شما گرسنه میشه نون لازم داریم ولی میگه که من وسیله داشتن رنجم میده اگر من یه جت بخرم باید شروع کنم تصمیم گیری در مورد اینکه چجوری جتم بحالتر باحال تر باشه کدومو بخرم حالا صندلیشو مخمل کنم یا چرم چه رنگی و به شکل بامزه میگه اینا تصمیم هایی که من باید هر روز بگیرم و من ترجیح میدم تصمیم هایی بگیرم که برای چند میلیارد آدم موثره حداقل چند صد میلیون الان موثره تا اینکه یه تصمیمی که رنگ هواپیمام چی باشه که برای 20 تا از دوستان فقط مهمه و خودم تا زال اهمیتش چقدره جای خودش اینم بس با یه نظریه است که میگه که تصمیم گیری انرژی میبره از مغز شما هر تصمیمی که میگیرین یه بخشی از وجودتون رو گذاشتین توش در نتیجه یکی که هر روز بیدار میشه همون لباس قبلی رو میپوشه صبحانه قبلیش هم میخوره راه میفته میره سر کار با همون وسیله قبلیش از همون مسیر خیلی کارش راحت تر از که بیدار میشه و فکر میکنه که من امروز باید چی بپوشم حالا صبحانه چی بخوریم امروز اون یکی رو درست کنم یا اینو حالا اینو کنم یا اونو حالا که دارم از خونه میرم بیرون آخ رو سریمو بر نداشتم اینا هی فشار میاره و شما هی اون توان تصمیم گیریتون کمتر میشه هر چقدر شما روتین های استاندارد تری اون انرژی تصمیم گیریتون جاهای جالب تری استفاده میشه یه بحثایی هم هست که هر وسیله‌ای که شما دارین یه بخشی از توان روزمرتون از شما حذف میکنه اگه شما یه کلمه وسیله خوشگل دارین خب باید گردگیریشون کنین مرتبشون کنین نگران باشین خراب نشن اینجوری نشن اونجوری نشن و اینجور چیزها ولی اگه همون کفش میشین همون شلوار میشین همون تیشرت میشین هم راه میافتین میرین راحت تر میتونین تصمیم بگیرین که الان ویدیو رو ضبط کنم آره هنوز تنها پروداکت منیجر دروفه تو کل تلگرام و مستقیم با تمام مدیرها و مهندسها کار میکنه و بخش اچ آر هم ندارن منابع انسانی خودش اچ آر غیر قابل باوره این غیر قابل باورتر میشه که سی نفر آدمن میگه ما تقریبا سی نفریم ولی سی نفر از بهترین های جهان یه بخش مسابقه دارن یه سایتی دارن که اسمشون نمیگم سرچ کنین سایت استخدام تلگرام مثلا آره و اتفاقی که میفته اینه که توش گاه گداری یه سری مسابقه برنامه نویسی مسابقه سواد مسابقه فنی میذارن آدما شرکت میکنن و امتیاز میگیرن کسایی که به تاپ امتیاز میرسن اولن اونایی که تو چند مدت اول میمونن دوم میمونن تاپ 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 5 رو تلگرام استخدام میکنه و نتیجهش این میشه که با حدود سی نفر میتونه تلگرام رو بچرخونه یه لحظه اگر هر شرکتی خودتون کار میکنین نگاه کنید ببینین چند نفرین و دارین چی کار میکنین از X توییتر سابق نام نمیبرم که چه بخش هایی داشت به زودی یک میلیارد نفر از تلگرام استفاده خواهند کرد بدون هیچ تبلیغی هیچ تبلیغی تلگرام هیچ وقت هیچ جا نداشته دروف میگه مردم باهوشن میفهمن چه محصولی خوبه چه محصولی به دردشون میخوره چه محصولی برای پرایوسیشون خوبه و استفادهش میکنن خودش میگه سعی میکنه جاهای حساسی مثل روسیه و چین سفر نکنه چون که نگران این واقعا هست که فشار خیلی حادی اونجا بیارن حتی شاید دستگیرش کنن اگه میخوایم بگین واقعا آمریکا مزاحم شده بود حواستون باشه که اون بدتر از اینهاست و اینها بدتر از اونها و هممون بدتر از هممون به جز خوبا آره و خودش رو پلتفرمی میدونه برای بیان مردم فرصتی که مردم توش حرف بزنن میگه من طرفدار هیچ گروهی نیستم اینجوری نیست که بگم اوکراین رو حذف میکنم به نفع روسیه روسیه رو حذف میکنم به نفع اون من در واقع می فرصتی میدم که آدما حرفاشون رو بزنند و معلومه که دولت هایی که نمیخوان این اتفاق بیفته سانسورش میکنن من اینا رو نگاه کردم احساس کردم باید توی تلگرام فعالتر باشم کانال رو فعالتر کنم دوست داشتین جادی ور لایک جادی وی ای ای ار ال او جی کانال تلگرام منه و سعی می‌کنم توش خبر و مبارم کم کم بذارم چون خیلی خوش آمد از صحبت‌های دوف و در نهایت هم در مورد دو چیز مهم حرف میزنه اولیش عدم اعتمادش به تکنولوژی به معنی تکنولوژی آمریکایی چون میگه وقتی که من رفتم آمریکا اف بی آی سعی می‌کرد که مهندس من رو بخره و بهش بگه فلان چیز رو استفاده کن چون ما تو فلان چیز شاید بتونیم در پشتی بذاریم یا احتمالا تو لول بعدی بهش بگه خب ما اینقدر بهت پول میدیم اطلاعات فلانی رو به ما بده من چجوری به بقیه شرکت های آمریکا اعتماد کنم که این کارو نکردن این حرف اولشه دومیشم در مورد اینیه که مثبت نسبت به پرایوسی در آینده خیلی از خبرهای این شماره این شکلی بود که دولت ها دارن تلاش میکنن سهم های بیشتر و بیشتری از اینترنت ارتباطات و همه چیز رو وردارن و توان ما برای کار با هم رو کم کنن ولی دروف میگه که من امیدوارم به آینده چون تکنولوژی هم داره همینجوری پیش میره مثلا ما الان پول مستقل از دولت ها داریم که این اتفاق بسیار عظیمیه ما توان رمزنگاری های پیشرفته داریم که این هم بسیار مهمه در نتیجه امیدواره که ما بتونیم در مقابل اقتدارگرایی و تمامیت خواهی دولت هامون زنده بمونیم و پیش بریم یعنی با همشم که نوشته بودم اینه که توی همه مصاحبه هیچ اسمی از ایران نمیبره وقتی میگه در کشورهای مختلف آدم ها از ما استفاده میکنن برای حرف زدن با هم تحت سرکوب ایران توش نیست نه اینکه ایران تحت سرکوب نیستیم به این معنی که دقت کنین چقدر این دنیا بزرگه ما نباید فکر کنیم که ما یه وضعیت یونیک غیر قابل باوری هستیم کلی از کشورهای اطرافمون رو هم نام میبره که عین همین هست. البته به روس بودن خودش هم بی ربط نیست در نهایت امر یعنی کشورهای اطراف روسیه رو خیلی تو ذهن داره موقع حرف زدن مرسی که با من بودید جادی هستم میریم تبریک ها و تبریک توی تبریک و تقبیه هامون تقبیه بزرگمون برای اونیه که دیسکورد رو فیلتر کرده نه فقط برای دیسکورد که برای همه ای کاراش خواننده که حکم اعدام گرفته بعد از اینکه دادگاه عالی حکم رو نقض کرده یعنی شما یه قاضی دارین که پرونده رو خونده رای داده دادگاه عالی نقضش کرده قاضی قبول نکرده سگارو و حامدی که هنوز ازشون خبر نداری حامد آخه جادی حامد تو چرا اینقدر بعد حافظه ای؟ منظورم یوسف بود حامد هم حالا اون یوزر هامدی که من دنبال میکنم توی تویتر خیلی آدم دقیق مشخص و خوبیه به نظرم کارش روی بحث آزادی بیان و پیگیری رسمی براساس اسناد دست است و فعلا بیرونه و اون همیشه آزاد باشه همه مایکروسافت داس چهار رو اوپن سورس کرده آرتین هم گفته که سال روز دو مفهوم بزرگ دیگر رو تبریک بگم. آخرین چهارشنبه ماه مارس روز آزادی مستندات بیستم ماه اپریل هم روز آزادی سخت افزاره تبریک میگم آزاد باشین آزادانه زندگی کنین که آزادی اساس انسانیت خیلی قشنگ نوشته حواستون باشه وقتی میگیم نرم افزار آزاد یه تیکه از ماجراست نرم افزار آزاد نیاز به مستندات آزادم داره داکیومنت هایی که هم دارن داشته باشن یه لحظه با خودتون فکر کنین شما اگه میخواین فیزیک یاد بگیرین یه کتابی هست که کپی داره که باید اون بخرین که بخونین کتاب فیزیک آزاد خیلی مهمه و از اون طرف سخت افزار آزاد کامپیوتری که بتونیم روش ران کنیم هر کس نه که هر مجانی باشه آزاد اینجا به معنی آزادی اطلاعاتشه معماری که هر کس بتونه شبیهش رو بسازه نه که بگن این خریدیم فقط ما میدونیم چه جوری کار میکنه تبریک, هم. تبریک و تقبیه هامون هم تبریک و رو نگفتیم خودتون میفهمید توی ایمیل ها هم مسعود ایمیل مهم زده بود خواستم میگم خیلی هم مهم نبود چرا مهمه آره زده که کارآموز ماشین لرنینگ بوده توی جایی و بعدش هم همونجا کار کرده روی یه کار میکردن صوت به متن و متن به صوت تبدیل صوت به متن و متن به صوت که برای ساخت محصول صوت به متن مسعود توش کار میکرده به دلایل مختلفی کارمون تجاری نشد و تیم هر کدوم رفتن یه جایی تا اینجا داشته باشید بعد گفته که تصمیم گرفتم دیتا رو متن باز و رایگان برای همه منتشر کنم چیز پادکست هم بگم که بشنون دیتا, دیتا ست از 1402 آخر 1401 به صورت رایگان دست هم است. رپوش هستش شناسا خط فاصله ای آی یعنی تو github.com/شناسا s h e n خط فاصله ای خودش مهمه چون به حال دیتا ست صوتی و متنی آزاده. حالا با دلقایی که داره تو توضیحاتش بخونین معلومه باشه موزیلا هم یه پروژه خیلی خوبی داره که بازم توی رادیو فکام معرفی کرده جدی هم کرده بودم خیلی هم کانتریبیوت خوبی داره و بازم یه مجموعه متن و صوت آزاد فارسیه ولی مهمتر از اون اینه که ببینین کارهایی که کردین رو منتشر کنین شناسا میتونه خیلی اولا معتبر باشه برای مسعود یه دیتا خیلی خوبه کلی آدم رو هم میتونه کلی جلو بندازه من و شما الان در لولی نیستیم که همدیگر رو له کنیم برای اینکه نیم متر بالاتر وایستیم از همدیگه من و شما در شرایطی هستیم که باید بذاریم بقیه بیان رو های ما وایستن برای اینکه کلمون بتونیم بریم یک کمی بالاتر قولها رو د... در آدم هایی که بالا میبینشون رو دوش قولها وایستن که اون بالا اگر همه هم رو له میکردیم نبودیم. این توی هست توی سیاست هست تو هم هست اگر دیدین یه گروهی دائما مشغول له کردن بقیه ان دلیل داره میریم سراغ پیام های آخر سهر گفته حامد عزیز تویی که تو این دوازده سال زندگی مشترک دوازده سال ای ولایتون با حضورت احساس امنیت و اعتماد رو به من بخشیدی امنیت و اعتماد خیلی خوبه خونه قرار تنها جایی باشه بقیه جا هم باشه خیلی خوبه ولی مینیمم من لازم دارم تو خونم احساس امنیت کنم و اعتماد هیچ سنگری برای فتح کردن تو خونم نداشته باشم و با محبت و توجهت همیشه پشتیبان و تکهگاه هم بودی ممنون که همیشه با انرژیت و لبخندت زندگی من و دخترمون رو رنگارنگ کردی دوستت خجسته اشقم عشقم امیدوارم یه جایی که همیشه به دلت میخواد و با انرژی جوش برسی برسی دیگه برسی به جایی آره یه قلب قرمزم هم هست که چی میاره این قلب قرمز همه دارن کومیل گفته سلام جادی من کومیلم میخواستم تولد امی یا امی البته دوست دخترم و که نوع خورداده از طرف خرداد فروردین اوردی بهش خرداد به حال دیگه سرصت سوخت امی جان مبارک باشه دو ماه دیگه و تو بهش تبریک بگم چون نمیدونم تو خرداد کی پادکست میدی الان ایمیل میدم میخواستم ازش تشکر کنم که وجود این شرایط سخت کنارم مونده و پشتیبانم بوده و ایول بهش که اینقدر تو کارش پشت کار داره سعی میکنه به هدفهاش نزدیکتر بشه مهرزاد توسط تولد حسین رو تبریک گفته که اسمش رو با لیت می نویسه لیت یه جوریه که مثلا به جای آی یک میذاریم به جای ای سه میذاریم هکرا می نویسن اگه دوست داشتین لیت رو سرچ کنین ال ای, ای تی. تولد حسین رو بهش از طرف من تبریک میگیم از طرف مهرزاد و جادی و بگیم که تولدت مبارک بادی امیدوارم ایردراپ بعدی بریم والله حسین یه برنامه نویس و لینوکس غیر ادمین خفن هی و فهمیدم چی دارم میخونم خیلی خوب میشه و من لینوکس ازش یاد گرفتم مرسی جادی مرسی از که تعمل کردین غلط خلوت خوندن من تولد امیر عباس رو تبریک میگیم که یک دوی سه بود خیلی تنظیم میکنن یک دوی سه به دنیا بیان از جمله امیر عباس امین گفته تولد ده هی اشتباه هم داره تولد ارفان خوهرزادم رو که یک مکانیک خوش ذوق هست و تبریک میگیم. عرفان 18 سالشه و توی همین ماه که اردی بهش باشه 19 سالش میشه. امیدوارم تو بهترین مسیرهای زندگیش قدم بذاره و این رو بدونه که دایی کوچیکش همیشه از این راه دور دوستش داره و همیشه ها میشه علی رضا هم گفته مثل که تولد بتمن بوده چهارده فروردین تولدت مبارک بتمن آ امیر حسین مهمه نوشا نمیخوام شادابی همیشگیت رو این خوندن پیام من از دست بدی دادم دیگه اگه اینطور شد ببخشید هیچ اشکالی نداره من مناسبت خاصی نزدیک ندارم که به خودم یا بقیه تبریک بگم صرفا میخوام که تولد دوباره خودم رو به خودم تبریک بگم مناسبت همینه دیگه تولد مبارک احساس میکنم که به تازگی خودم رو پیدا کردم فلسفی شد تونستم با اعتیاد مبارزه کنم و فهمیدم که این منم که باعث میشم اون قول وحشتناک اعتیاد شکل بگیره هر وقت کسی واژه اعتیاد رو میشنوه فکر میکنه که حتما مواد مخدری چیزی تو کاره و هر کسی که معتاد حت معتاده حتما و حتما مواد روانگردان مصرف میکنه مثل اتوکورکتی که استروئید مصرف کرده اینقدر قوی شده ولی اصلا اینطور نیست هر چیزی که لذت بده یا دقیقتر دوپامین بده باعث اعتیاده متاسفانه این رو کمتر کسی میدونه و همیشه عادتهای بد به طرز افتضاحی روی سرمون آوار میشن اگر عادت بدی داری که فکر میکنی میتونه اثر منفی بذاره یا گذاشته همین الان دست نگه دار باهاش مبارزه کن و تلاش کن که دیگه اون عادت بد رو نداشته باشی عادت چیزی نیست که بین راتی نداشته باشیم ولی به حال عادت دیگه تنها نباش از زندگی لذت ببر و خودت باش اینکه مشکلی در گذشته داشتی یا الان مشکلاتی داری دلیل نمیشه که به خود آسیب بزنی آسیب زدن تو فقط قضیه رو بدتر میکنه یه تشکر ویژه از محسا و جادی که به هم انرژی و امید میدن تا به دوران خوش همیشه برگردن امیر حسین زندگی جدیدت مبارک باشه مبارک امیر حسین باشه ممکنه چیزی بگن همه این خیلی مزره ولی واقعا نباشه سرچ کنین منابع درست رو ببینید انگلیسی سرچ کنین منابع فارسی فور مزخرف شده متاسفانه و از اون طرف جاهای معتبر رو بگردیم مثلا من اگه میخوام قضا چک کنم خیلی وقتا دولت آمریکا فکر کنم یه سایت داره که آخرین مجموعه اخبار در مورد یه قضا رو میذاره که آخرین چیزی که علمی در مورد این میگن چیه health.gov ولی تو این مورد مهمه اعتیاد هم چیزیه که باعث میشه شما از یک چیزی که مرسومه و باید انجام بدین بمونید. این خیلی نکته حساسیه شما ممکنه به یک چیزهایی خیلی علاقه داشته باشین ولی بسیار فانکشنال باشین هیچ اشکال عظیمی نداره و حواستون هم باشه من و امیر حسین روانشناس نیستیم اگه فکر میکنیم به روانشناس مراجعه کنیم عاطفم هم تولدش دوم اردی بهشته هدیه به امید بده جادی این واقعا فارسی فقط این ها که بتونیم بگین هدیه به هم امید بده جادی سه تا اسم داره هدیه و امید و جادی از کرونا تا الان خانه نشین بودم پسرم رو بزرگ کردم حالا یه مادر مهاجرم که روزی روزنامه نگار خوبی بود الان یه مامانه فقط مامان خودش خیلیه ولی آره چیز دیگه هم باید بود با اینکه شوق کشف دنیای جدید داره اما قدم از قدم بر خسته و ناامید همه چی خیلی دور و سخت معلومه روزنامه نگار قشنگ نوشته خسته و ناامید همه چیز دور و سخت متاسفم آتفه منم منطقا امید نمیتونم بدم امید علکی که نمیتونم بدم تهش من معتقدم باید تلاش کرد ما یه دوستی داشتیم سالهای سال دپرس بود بعد یه روزی بهش خوشحال بود گفتیم چی شد گفت من امروز صبح بیدار شدم دیدم من که دپرسم خب خوشحال باشم حداقل بهتره تو هم امید داشته باش عاطفه بهتره ببخشید بی بود ولی بی معنی هم نبود نمیدونم به حال من امید علکی نمیدم امید چندانی هم وجود نداره استراتژی امیدوار بودن شخصی من ناامید بودنه اگه امیدوار باشین رنج میبرین احساس میکنین که الان من باید به اونجا میرسیدم من دارم این کارو میکنم که این بشه من امید دارم که این حرکتم باعث اون حرکت بشه من امید دارم که از حقیقت دفاع کنم و مردم حقیقت رو ببینن آخرش رنج میبری. من کارهای خوبو میکنم چون به نظرم کارهای خوبه من تلاش تلاشمو میکنم چون من به نظرم بین کارهایی که اون روز میتونم بکنم و شب برم بخوابم اون کار رو کرده باشم شب بهتر میخوابم امید خاصی نداشته باشین اتفاق خاصی هم نمیفته رنج خاصی هم نمیفته امید اگه نداشته باشین گم هم نمیشین این کار کار خوبیه حواستون باشه اون روزی که زندان بودیم طولانی انفرادی بود بعدش اتاق مثلا دو تا چهار نفر بود شما نمیشه که کی اینجا این چه اتفاقی میفته کی میخانتون چی میشه اگه شما امید داشتین که هر لحظه در باز بگم بیا برو خب معلومه چقدر رنج میکشیدین اگر ناامید هم بودین که خودتون رو میباختین من نظریم اونجا این بود که من امید دارم ولی منتظر نیستم